أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أفهم ولا تنهرهما صدق مولانا الكريم دوستان تعزيز عزيز الله متعالى سفاس كما رحم وراء توفيق متطعيك در خدمة دين الله متعال در برنامج إسلام زندگي قرار بيجريم در إسلام زندگي در بخش خانواده صحبت های خیلی زیاد و متعدد فراوانی داشتیم امروز یک عنوان جدید یک موضوع جدید را که انتخاب کردیم اکثر پدرها و اکثر مادرها از دست فرزندان خود ناراحت هستند از دست فرزندان خود گله و شکوه دارند به سبب چی به خاطری که فرزند خود را وقتی که توجیه میکنن دستور میتن فرزندشان از توجیهشان و از دستورشان درست اطاعت نمی‌کنند. امروز خواستیم که موضوع امروز خود را به نام توجیه فرزندان اختصاص بدیم به همین اساس در اول کلمه هر کسی که و هر جوانی که پدر و مادر دارن از پدر و مادر خود مکلف به این هستن و ملزم به این هستن که از پدر و مادر خود اطاعت بکنند تا مادامی که پدر و مادرشان به شرک و گناه و ظلم و تجاوز اونها را دستور نداده یعنی پدر و مادر هرگز در دستور دادن به چنین چیزها راضی نمیشوه تا وقتی که دستور برات میته و شامل چهار گزینه نمی ظلم شرک نمی ظلم نمی گناه نمی و تجاوز نمی باشا. تا وقتی که دستور می شامل چهار گزینه نمی باشا. تو مجبور و مکلف و ملزم به ای هستی که از پدر و مادر اطاعت بکنی و حتی کلمه اوف گفتن را در مقابل از او حق نداری بیان بکنی از اوف خو بالاتر بیخی حق نداری تجاوز بکنی الله تعالی می که فلا تقل لهما اوفین در مقابل پدر مادر کلمه اف را استفاده نکو یعنی کلمه اف که اندکترین کلمه است تو حق نداری استفاده بکنی از او خوب بیشتر و بالاتر تجاوز کردن گناهی بسیار عظیم و بزرگی است ولا تنهرهما و در مقابل پدر مادرت پرخاش نکو زبان بازی نکو پس وقتی که پدرها و مادرها اطفال خود را نوجوانان خود را و جوانان خود را دستور میتن چرا پدر و مادر در دستورات خود کمی و کاستی دارند یعنی بعضی اوقات پدرها و مادرها از توجیه فرزندان خود شکوه و گلایه میکنند که چرا فرزندان ما از ما اطاعت نمی کنند معمولا در افغانستان پدرها و مادرها از هفت روش استفاده میکنند و به فرزندان خود دستور می این روش ها کدام ها هستند هر کدام را نام گرفته و در قالب یک مثال بیان میکنیم تا که واضح تر باشد اولین روشی که پدر و مادر استفاده میکنند از ملامت و سرزنش است وقتی که فرزندشان در خانه مرتکب یک اشتباه میشه او را ملامت میکنند سرزنش میکنن و مثل یک دختر مثلا دیگر در خانه خراب میکنه مادر توجیهش میکنه یعنی سرزنشش میکنه ملامتش میکنه مگر حواست کجا بود فکرت کجا بود با کدام خواهر خاندیت مصروف بودی به شکل توجیهات دختر میخواد که جز از حق خود دفاع بکنه میگه بله فکر مصروف بود چی کرده میتوانی در این صورت مادر مجبور به گلایه کردن میشه که دختر به گفت من هم میکنه. گزینه دوم نصیحت های تحریک کننده هست پدر و مادر میان فرزند خود را نصیحت تحریک کننده می به عنوان مثال یک پدر به فرزند جوان خود برومند است نصیحت می فرزندم با رفقا و دوستای نابا و اهل نگرد اگر فردا کدام گناهی مرتکب شدین کدام جرمی را مرتکب شدین به دوش منیست فرزند میگه به پدر خود تو از دو و فقایم ما چی میدانی؟ یعنی در مقابل پدر یک نوع گستاخی و بیادبی میکنن جواب مستقیم برش میتن گزینه سوم تهدید است پدر مادر فرزند خود را یا جوان خود را تهدید میکنن که اگر تو درس نخوندی مصرف جیبت را برس نمیتم اگر درس نخوندی فلان مهمونی را بر تا فرزند در مقابل جواب پدر مادر حسن میگه کی از خانه خلاص میشم کی از غم و اندوه بیرون میشم گزینه بعدی دستور مستقیم است که پدر یا مادر فرزند خود را مستقیم دستور می دهد فلان کار را بکن مثلا بچم تلویزیون رو ورن کو برو درس بخوان یا بچم موتر به سرعت نران اگر فرزند گستاخ باشه با کلمه مستقیم دوباره پاسخ میده، بگیش تلویزیون بند بکو درس بخوان میگه نه هرگز این چونین جواب ها فرزند میده. گزینه بعدی سخنرانی ها است پدر می بر فرزند خود نصیحت میکنه بر جوان خود نصیحت میکنه مادر به دختر خود نصیحت میکنه که دخترم چنین رفتار بکو چنین رویه داشته باش چنین کردار داشته باش ما در جوانی خود چنین و چنان بودیم از جوانی خود برازو قصه و سخنرانی میکنه در صورت سخنرانی کردن پسر یا دختر گستاخانه میگه که او زندگی تو بود و حالی زندگی ما است یعنی زندگی ها از هم میگه متفاوت است و ما و تو هرگز یکی شده نمیتوانیم گزینه بعدی تحقیر و تمسخر است فرزند خود را تحقیر میکنن تمسخر میکنن مثلا فرزندش وقتی که موتر را بسته میکنه دروازه موتر را نمیبنده و قفل نمیکنه پدر تحقیرش میکنه مگر تو از دیگرا چی کم داری چرا چنین کوتاهی های میکنی چرا توجه نداری چرا به خانواده به احترامی میکنی چونین توهینا و چونین تحقیرها فرزند را در مقابل پدر مادر گستاخ می سازد و گزینه هفتم گزینه اخیرش مقایسه کردن فرزند جوان یا نوجوان با خواهرش با برادرش با پسر کاکا و همسایه یا به هر تن یکی از افراد با هر تنی که را مقایسه بکنی بچم تو خود درس نمیخوانی برادرت تو بیبی قسمت رسیده خواهرت بیبی کجا خود را کشانده او درس میخوان لایق است تلاش میکنه تو چی کردی چون این مقایسه ها مجبور میسازه یک جوان را تا که تایی که بر در مقابل پدر مادر خود قیام بکنن تایی که در مقابل پدر مادر خود حرف بزنن و جوابهای خوب یا بد مقصد از شخصیت و حقوق خود میخوان خوب یا بد دفاع بکنند پس در مقابل پدر مادر مجبور میشه که از فرزند خود گلایه و شکایت بکنه پس بهترین راه و روش دستور دادن بر جوان چی است بین در قالب چند مثال از رسول الله علیه الصلاۃ و سلام بیان بکنیم اگر تمام احادیث رسول الله علیه و سلام را بررسی بکنیم از این هفت روشی که بیان کردیم ملامت و سرزنش و تهدید و تحقیر یا دستور مستقیم و یا مقایسه کردن هرگز رسول الله علیه و السلام از چنین چیزهای استفاده نکرده مگر رسول الله چی استفاده میکرد رسول الله علیه الصلاه و السلام با کودک نوجوان و جوان با پیر با دختر زن با همه یکسان رفتار میکرد و کردارش یکسان بود چی رفتار میکرد رسول الله صلی الله علیه و السلام احترام متقابل را دریافت کرده بود یعنی میفهمید اهمیت و ارزش احترام متقابل را میفهمید با او طفل مثلا احترام میکرد و طفل دوباره بر رسول الله علیه الصلاه و السلام احترام میکرد با بیگانه احترام میکرد و مکلف بود به دوباره احترام بکنه یک چیز را پدرها و مادرها متوجه باشن هر وقتی که هر فرزند شما ولو که بزرگترین گناه را مرتکب شده باشه زود سرزنشش نکنین برازو احترام بکنین سبب گناهش ازش بپرسین پس از سبب گناه به خاطر راه حل بیرون رفتن از او گناه بسنجین و فرزندتان را توجیه بکنین یعنی دستور بتین که چون گناه تو اشتباه است مثلا رسول الله علیه الصلاه و سلام وقتی که در فتح مکه حضور داشتن مکه فتح شد بر بلال رضی الله عنه دستور داد که بالای مکه بالا شو بالای سقف کعبه شریفه بالاشو و آزان بگو

سلام خبر میشه میگن سلامه را پیش ما بیاریم سلام در این سنی که بالای حضرت بلال تمسخر میکرد 16 ساله است و این را هنگام قسم میکنه که 24 سال از این واقع گذشته یعنی 40 ساله هست وقت که سلام رضی الله عنه این را بیان میکنه میگه من فکر کردم که مرا پیش رسول الله علیه و سلم برن حتما بر رسول الله صلی علیه و سلم میکشه به فکر بودم که ما امروز روز آخرم از دیگه زندگی رو نخواد ببینم میگه وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدم مرا نشان میگه بر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای جوان ما خبر که تو آواز زیبا و مقبول و قشنگ داری میگه ما گفتم بله میگه آیا دوست داری بر تازان یاد بتم رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت سلام میگه بله ما دوست داریم یا رسول الله گازان یاد بگیریم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر بار کلمات آزان را تکرار میکرد و به پیشانی و سینه ما دست میکشید و خنده خوشی و خرسندی میکرد میگه وقتی کلمات آزان خلاص شد ما یاد گرفتم رسول الله صلی الله علیه و سلم برام گفت یاد گفتم بله میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برام گفت که بعد از این تو مؤذن اهل مکه هستی و 24 سال بعد واقعا سلام رضی الله عنه بیان میکنه که 24 سال میشه که مؤذن اهل مکه هستم و در مکه مکرمه آزان میتم چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتباه سلامه را گرفت و او را توجیه دستور داد تا که دیگر تمسخر نکنه در حالی که سلامه از روی نادانی و نفهمی چنین کار را کرده بود در بابت اشتباهی که فرزند شما مرتکب می شود زود دستور مستقیم برش نتین زود تحقیرش نکنین زود تمسخرش نکنین به عنوان مثال دیگر از رسول الله علیه و سلام یک بار رسول الله صلی و سلام به مسجد خود وارد میشه میبینه که در محراب مسجد کسی آب بینی خود را انداخته رسول الله صلی الله علیه و بدون چون و چرا به هیچ کسی حرف نزد یک چوب را پیدا کرد و او بینی را دور میکرد و بالا سرش خاک میانداخت در مکان منبر خود نشست و طرف اصحاب اصحاب خود دید اصحاب رضی الله عنهم میگه ما هیچ حرف نمی زدیم تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم سرای خود کشید کسی احساس که از خانه خود عطر بیاوره میگه طفلی که مرتکب چنین اشتباهی شده بود بلندش گفت یا رسول الله ما میرم عطر میارم می از خانه عطر آورد رسول الله صلی الله علیه و با اهمو گرفت محراب مسجد و مسجد معطر ساخت پس از اون رو به ما کرد که آیا کسی از شما دوست داره که الله متعال از او رو بگردانه میگه هم مگی ما ساکت بودیم خوب میگه در دل هم مگی ما دوست نداشتیم که الله متعال از ما رو بگردانه ولی کن از بابت کاری که یکی از ما کرده بود اشتباهی که از ما سر بود میگه ما خجالت زده شده بودیم با وجودی که رسول الله صلی الله علیه و هیچ حرفی نزد تا کنیم. میگه بار دوم سوال کرد آیا کسی دوست داره که الله متعال از او رو بگردانه میگه هم مگی مساکت بدیم میگه در ادامه رسول الله صلی الله علیه و گفت کسی که دوست نداره الله متعال از او رو بگردانه و اعراض بکنه پس در بین خود و محراب خود خرابی نکنه آب بینی نه اندازه که الله متعال وقتی که تو عبادتش میکنی خودت را و طرف قبله را نگاه میکنه این بزرگترین درس بود بزرگترین عبرتی از برای یک پدر برای یک مادری که وقتی بخواه فرزند خود را گناهش اشتباهش تصحیح بکنه بعد از او را توجیه بکنه پدران و مادران ما و شما از این راه ها استفاده نمی کنند فقط دستور مستقیم فقط تهدید فقط تحقیر فقط تمسخر باز وقتی که فرزند او طرف از حق و حقوق خود از عزت و آبروی خود دفاع میکنه پدر میکن و مادر میگه که شکوا و گلایه های متعدد و فراوان از فرزند جوان خود میکنن رسول الله صلی الله علیه و با جوانان چگونه رفتار میکرد در مقابل بزرگترین اشتباهاتشان در مقابل سلامه چی سلامت چی اشتباهی را مرتکب شد بالای بلال و بالای آزان تمسخر کرده بود و خنده کرده بود رسول الله صلی الله علیه و را تحقیر نکرد تمسخرش نکرد به او دستور مستقیم نداد او را ملامت و سرزنش نکرد فقط راه و روش درست را استفاده کرد یعنی بر سلامه احترام گذاشت و سلام از او طرف دوباره همو احترامی که رسول الله صلی الله علیه و آله برایش برش کرده بود متحمل چنین احترام نشد و دوباره احترام را به پیامبر سلام کرد یعنی از احترام چشم پوشی نکرد همیشه در صدد تپ و تلاش احترام متقابل باشیم هر کسی که باشه ولو یک فرزند شما مخدری باشه و مواد مخدر معتاد باشه یک مثال سوریه است که میفرمایند بزرگش بشمار بزرگ می شود کوچکش شمار کوچکش می شمارد. وقت ه تو فرزندت ر مخدر هست ناهان بزرر مرتكب مشوهاور بزر بشمار همشه نصحتش بن براازاو احترام بذار او حتما روز بزر خواهدشد توسط هم بزر شمردنتو ولن ا و تحقیر بن تمسخرن با ش دوستهاش عزتشه برزان تمااو از خاربودن به خا بودن, بودن تبدل خواهدشد ای تمام نقاط در یک کلمه بگویم که احترام متقابل جایگاه خود را داره و هرگز در مقابل احترام متقابل فرزند چی که حتی انسان بیگانه قیام نمیکنه و بر تو حتما دوباره احترام متقابل میکنه تشکر از که با ایدم با ما همراه بودین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته